قراره بچه تو این ویدیو با 3000 تا سی پی 3 تا لژندری خفن بگیریم که همشون هم تم سامورایی دارن. اول بچه ها قراره ASM 10 لژندری بگیریم که به گفته خیلی ها گفتن که داخل این گانه، داخل این گردونه 4 لژندری سامورایی باگ هستش و زودتر از بار 75 بهمون میده. معمولا بچه ها داخل هر یکی از این گردونه هایی که از گانه لژندریش باگ و زودتر بهمون میده. داخل گردونه 6 لژندری کریسمسی گانه روز 79 اینجوری بودش، داخل گردونه هالووینی گانه هولگی 26 اینجوری بود و داخل این گردونه سامورایی گانه ASMT اینجوری بود که بهم داد. برگام اصلا فکرش نمیکردم قضا بهم بده. ASMT رد شادو اولین لژندری سامورایی رو تو این ویدیو تونستیم بگیریم. بریم بچه حالا سراغ این که دو تا آیتم دیگه من بگیرم. تا الان 1000 تا سی پی خرج کردیم و تونستیم گانه ASMT لژندری رو بگیریم از گردونش. الانم قراره با هم دیگه دو تا پک بگیریم تا 2000 سی پی دیگه من جور بشه و بعدش بچه ها بریم سراغ گرفتن دو تا آیتم دیگه. این از اولین پک 1600 سی پی بود، دومین پک هم بچه ها 800 سی پی هستش که در مجموع میشه 2400 تا سی پی. این هم بچه ها از این دو تا پک که تونستیم با هم دیگه بگیریمشون. الان 2400 سی پی داریم و قرار اول کاراکتر خفن هیدروکای لژندری بگیریمش که دوره آخرش مونده بود و خیلی‌ها بهم گفته بود که بگیرش. حیفم بود واقعا که نمیگرفتیمش. 13 روز دیگه هم از بازی میرفتش. و بعدش هم بچه‌ها قراره بریم یه لژندری دیگه بگیریم با اون 200 سی پی دیگه‌مون که لژندری رایگانی حساب میشه ولی میگیریمش دیگه. چرا انیمیشن گرفتن نداشت و فقط همین اومد واسه من. کاراکتر هیدروکای شوالیه ظالم. داستانش بچه ها خیلی قشنگه. یکی از شخصیت های واقعا ظالمه بازی کال آف دیوتی موبایل داره این کاراکتر. لژندری بعدی هم بچه لژندری نیست جز لژندری هیدیس که قراره با هم دیگه بگیریمش. گانه سمتون رو گرفتیمش، میتونیم این گانه خفن رو بازش کنیم. اینم بچه از هیدیس واقعا اسکین جذابیه، چه گلوله‌های خفنی داره. گانی که به زنجیر بسته شده. ولی بچه اون گانه هیدیس که واسه گردونه یه زن تمپلار بود خیلی هیدیسش خوشگل تر بود. همون اسکینه ولی رنگش سبز و زرد شده. ولی واقعا جذاب و از اون هیدیسی که من داشتم بهتر فکر میکنم، البته باش بازی نکردم. بریم بچه حالا سراغ این که این کاراکتر خفنه با هم دیگه بررسی کنیم. نایفش و کاراکترش واقعا با هم دیگه مچ میشن و واقعا جذاب طراحیش کردن. یه تم سامورایی جذابی داره. اینا بچه نمای اول شخص این کاراکتر خفن هستش و همچنین نمای ایکسپشن خنجرای خوشگلش که میتونید داخل تصویر نگاه کنید که چقدر خفنه. داخل مولتی پلیر بچه‌ها این خنجرا خیلی قوی هستن و از فاصله دورتر نسبت به نایفای دیگه انمی‌ها رو زودتر میتونن بزنن و حس خوبی هم بهتون میده وقتی باهاشون بازی میکنید. گانه بی 50 میتیک هم بچه خیلی به کاراکتر هیدروکای کیل شمارش البته میاد. داخل موتی خیلی خفن میشه. بریم بچه با هم دیگه یه دونه اتشمنت خوب برای سمتن که گرفتیم بچینیم تا دهنه نمیها رو باهاش سرویس کنیم. این گانی هستش که تازه گرفتیمش، رد شادو سایه قرمز. اتشمنتی که میخوام واسه این گانه خفن من بچینم این اتشمنتی هستش که داخل تصویر میتونین تماشا کنیم. برای استاکش MIP استرک میذاریم، برای بررش برنسون میذاریم، خیلی برر خوبی هستش این برر. برای پرکاش هیچی نمیذاریم، به جاش یه دونه لیزر میذاریم، لیزر MIP. بعدش بچه ها برای آندر بررش هم یه چیزی دیگه میذاریم، اینو بعد بردیم تا بتونیم برای آندر بررش بذاریم چیزی. اپراتور فور گریپ رو بچه ها میذاریم واسه یه بررش که پریکولش کمتر بشه. خشابش هم بچه ها خشاب چلتایی میکنیم که تیرامون دیرتر تمام بشه. این هم بچه ها اتشمنت پیشنهادی من برای گانه ASMT که میتونید داخل تصویر مشاهده کنید. خدایش جذابه مخصوصا توی لابی تمپلار میتیک. نایس. این هم بچه لوت باکس های هیدروکای هستش، هم ASMTش بهش میخوره، هم کیل شمارش و هم لوت باکسش. خیلی
تن سامورایی داریم. خداییش بچه ها قشنگ شد. بریم حالا انمی ها رو سرویس کنیم اگه باشن تو این بازی. هم تیمی ما رو میزنیم. بازم هستن انگار. آخ 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 یکی تیم اومد. دوازه هستم دیگه ریوایی میشن. چه تیه مار مفر نکنم میترسم ازش. بسید پای دیگه من دارم. Your teammate is on the revive flight. The airdrop is coming. آرمی حواسم بهت نبود یوهایی دیدم هم تیمی هستن که هستن اینجا بابا زونه اینجا دیگه شما اینجا چیکار میکنی اعتمادشون اعتمادشون از دست رفت The airdrop is coming. داداش ما رو نمیتونی همین راحتی بزنی اه؟ بابا چند نفرن اینا مرسی 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 طرف بالاست The safe zone is collapsing. Oh, kimdi ya baba şu düğüden tüm launcher aynı. شما باشی که بخوای منو با فیجه بزنی نیدیم این دوستی من هم بندازم چند سایی نامر دیگه تو فقط بندازی مد کرد اما دایره رو دوبار کردم HP من با دمتون گرم بچه که تا اینجا تماشا کردین امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشین نمیتونم متوجه تغییر داخلی ویدیو شدین یا نه ولی این چند روز دارم حسابی افتر افکت یاد میگیرم که قشنگ ویدیوها رو با کیفیت بالاتر من براتون درست کنم و ایدیت کنم اگه دقت کرده باشین یک تم گلیچ مانند واسه بغل آیپدم براتون گذاشتم که هم آیپد رو تمام صفحه ببینین و هم تصویر خودم جذاب باشه و براتون قشنگ باشه اگه دوستش داشتین لایک کنین ویدیو رو بهتر کنین بس نمیگم بچه بهتون که آیپد من جدیدن خیلی داغ میکنه اگه کولپد خوبی میشناسین یا خونه کننده واسه آیپد حتما اسم و مدلش رو داخل کامنت ها به هم معرفی کنین دمتون بازم کلی گرم تو ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشین خدا نگهدارتون